دوباره دوستان عزیز، من ساسان توسلی هستم و این جلسه 16ام درس‌های کوتاه هفتگی من هست برای سایت مای کلیسا. توی سری درس‌هایی هستیم که اسمشو گذاشتیم از آسیب‌ها تا پیروزی‌ها. چطوری از چالش‌ها، آسیب‌ها، وسوسه‌ها، خطرها، درد و رنج‌ها و شکستگی‌هایی که تو خدمت باش روبرو میشیم میتونیم درس‌های مهمی یاد بگیریم برای ساختن شخصیتمون، برای رشد روحانیمون و اون شکستگی‌ها رو تبدیل به پیروزی بکنیم، اون ضعف‌ها رو تبدیل به موفقیت بکنیم. دارم از کتابی استفاده می‌کنم تو این درس‌ها که اسمش هست From Weakness to Strength، از ضعف تا قوت، سکات سالز نویسنده این کتاب هستش و تو این جلسه وارد فصل آخر این کتاب شدم و توی این هفته تمام این فصل رو درس نخواهم داد، ولی فصل آخر این کتاب فصل بسیار مهم و جالبی هم هست. تیچش این هست: Suffering leading with a limp، درد و رنج ها و رهبری کردن با لنگیدن. این حالا ترجمه تحت و لفظی بود، ولی منظور نویسنده اینه که یکی از چالش هایی که هر خادمی تو زندگی با شوبرو میشه، هر انسانی تو زندگیش با شوبرو میشه، اینه که ما با درد و رنج های زیادی کلنجار خواهیم رفت تو زندگی مسیحی، تو خدمت مسیحی. و چطوری به جای اینکه اجازه بدیم درد و رنج ها ما رو از پا درارن، یا حتی درد و رنج ها رو بخوایم سرپوش روش بذاریم یا انکار کنیم، وارد اون درد و رنج بشیم، حتی شاید باعث یک عالم شکستگی بشه، ولی واسه همینه که اصطلاح با رهبری لنگان لنگان رو نویسنده مطرح میکنه. یعنی بعضی وقتا تو این درد و رنج ها شاید حتی خورد بشیم، ولی اون شکستگی رو هم خدا میخواد استفاده بکنه برای شفا در زندگی دیگران، برای تسلی و امید دادن در زندگی دیگران، برای ساختن شخصیت خودمون، برای شکل دادن امید و توکل و اعتماد در زندگی خودمون. پس درد و رنج ها رو انکار نکنیم، درد و رنج های زندگی و خدمت رو ازش فرار نکنیم، روش سرپوش نذاریم، واردش بشیم، تجربهش کنیم و حتی در عمق اون دردها و فشارها میتونه خدا ما رو شکل بده و از ما سفیرانی بسازه برای امید و تسلی، چه در زندگی خودمون و چه در زندگی دیگران. این تقریبا لب کلام صحبت این فصل هستش. و نویسنده، و به نظر من موضوع خیلی مهمی هم هست، چون خیلی وقتا میبینم که بین خادمین ایرانی ما خیلی روی درد و رنج وقت نمیذاریم، خیلی تاکید روی پیروزی و جلو رفتن و خیلی فتح کردن و خیلی تاکید رو پیروزی. نادیده میگیریم که تو زندگی ما یک عالم درد و رنج هم هست. مسیح وعده نداده که همه چیز در زندگی و خدمت بر وفق مراد ما و به طور عالی همیشه جلو میره. صحبت خود مسیحه که تو این دنیا درد، مشکل، نبرد و جنگ خواهیم داشت. وعدش اینه که توی این دردها ما رو تنها نمیذاره، نه اینکه دیگه درد و رنجی در زندگی نداریم، چون دیگه مسیح در زندگی ماست و داریم بر طبق اراده اون خدمت میکنیم یا تو زندگی جلو میریم. نویسنده صحبت اینطوری شروع میکنه که تو زندگی خودش، تو کلیسای خودش، تو خدمت خودش در سال گذشته درد و رنجهای زیادی رو تجربه کرده. مادرش داره یواش یواش فوت میکنه و مادرش فراموشی گرفته، آلزایمر گرفته و سن و سالهای پدر مادرش داره به جایی میرسه که خیلی مشکلات تو زندگیشون به وجود اومده، عمل جراحی، دردهای مختلف، غم و غصه های مختلف. تو خدمت کلیساییش 15 خانواده رو خاک سپاری کرده، خیلی هاشون بچه های کوچیک، افراد جوون، پدر مادرهایی که فرزنداشون رو از دست دادن، چه توی بیماری سرطان، چه توی تصادف، چه مرگ، درد، رنج، بیماری. قسمتی از خدمت ما در کلیسا برای هر رهبر مسیحی روبرو شدن با این درد و رنج هاست. همیشه همه چیز شنگول و عالی و خوشحال کننده در زندگی و در خدمت ما نیست عزیزان. پس با این واقعیت ها روبرو میشه نویسنده با این صحبت ها و میگه که قسمتی از خدمت مسیحی این هستش که باید خودمون رو آماده کنیم، باید خودمون رو آماده کنیم که درد بکشیم، مقاومت کنیم در درد و رنج ها و به دیگران هم نشون بدیم که چطوری تو درد و رنج میتونن به امید بچسبن.
این قسمتی از خوندگی و خدمت هر ایماندار مسیحیه. من حالا دیگه وارد جزئیات بیماری ها و سرطان ها و تجربه های اعضای کلیساش نمیخوام بشم. میدونم خود ما ایرانی هم درد و رنج هایی که باش روبرو میشیم کم نیستن. ولی بعد صحبتی که نویسنده میکنه اینه، میگه leading with lament and protest. یکی از دعوت هایی که کلام خدا به ما میکنه اینه که وقتی با درد و رنج هایی تو زندگی روبرو میشیم، به خاطر اینکه توی دنیای گناه آلود، توی دنیای سقوط کرده داریم زندگی میکنیم، با مرگ روبرو میشیم، با ظلم روبرو میشیم، با هزار و یک ناحقی و شر روبرو میشیم تو زندگی، ما دعوت نشدیم که همه اینا رو یک عینک قشنگ بذاریم و بگیم همه چیز عالیه، همه چیز خوبه. نه، باید اعتراض کرد، باید گریه کرد، باید آه و ناله کرد، باید خودمون رو در حضور خدا خالی کنیم. روبرو شدن با واقعیت‌های درد و رنج قسمتی از خوندگی ما به عنوان مسیحی و رهبران مسیحی. مثال مهمی نویسنده میاره، میگه یه بار رفته بودم توی زندان به زندانیا موعظه کنم و یه گروه کور از یه کلیسای تو شهر اومده بودن برای زندانیایی که تا آخر عمرشون محکوم شده بودن که تو زندان زندگی کنن به خاطر جرمایی که کرده بودن. یکی از سرودایی که تو زندان این گروه کور میخوند میگفتش که وقتی عیسی در زندگیته همه مشکلاتت ناپدید میشه. و بعد این نویسنده خودش کشیش هست، میگه این سرود شاید موزیکش قشنگ باشه ولی وعدش دروغه، کلماتش دروغه. ما از این سرودا به نظر من تو جامعه ایرانی هم زیاد داریم. هیچ جا مسیح نگفته وقتی من تو زندگیتم همه مشکلات ناپدید میشه، تو هیچ درد و رنجی رو حس نمی کنی، هیچ زاری و گریه‌ای نخواهی داشت، چون من تو زندگیتم همیشه قرار خنده باشه و همیشه قرار پیروزی باشه. این صحبت مسیح نیست. مسیح خودش وعده داده، نویسنده میگه که توی این دنیا مشکل و زحمت خواهید داشت. مسیحی ها مثل به غیر مسیحی ها، پیروان مسیح هم مثل کسایی که اصلا به خدا ایمان ندارن، مریض میشن، میمیرن، با هزار و یک درد و رنج و دردسر تو زندگیشون روبرو میشن، ورشکسته میشن، کارشون رو از دست میدن، تهمت دروغ بهشون داده میشه، ترد میشن، با هزار و یک دردسر تو زندگیشون مسیحی ها هم روبرو میشن. حالا عکس العمل ما اگر میخواییم که نه درد و رنج ها ما رو بسازن، اگر میخواییم درد و رنج ها ما رو شکل بدن، عکس العمل ما چی باید باشه؟ باید قبول کردن این واقعیت و آه و ناله کردن. آه و ناله عکس العمل خیلی طبیعیه به درد و رنج. درد و رنج، مرگ، ظلمت، تجاوز، هزار و یک حق خوردن دیگران، اینا چیزای طبیعی و عادی نیست. یک ایماندار مسیحی باید اعتراض کنه به سیستم گناه آلود این دنیا. پس همینه میگه باید گریه کرد، باید اعتراض کرد، باید ایستاد، باید مقاومت کرد. نه اینکه بپذیریم که خب اینا همه چیزای طبیعیه. بله، تو دنیای طبیعی اتفاق میفته، ولی به خاطر اینه که تو یک دنیای سقوط کرده داریم زندگی میکنیم. میخوام دو تا آیه براتون بخونم. نویسنده میگه ما خیلی ها این آیه ایوب رو، هممون با داستان ایوب آشنا هستیم، ایوب فصل 13 آیه 15 قسمت اول رو همه خوب بلدن. حتی اگر مرا بکشد بر او امید خواهم داشت. صحبت ایوب در درد و رنج هایی که پیدا کرده تو زندگی، میگه حتی اگر خدا مرا بکشه بر او امید خواهم داشت. ولی ادامه نمیدیم این آیه رو که میگه اما در برابر او از راه های خیش دفاع خواهم کرد. حالا کلمه دفاع خواهم کرد یه مقدار به نظر من اونقدر جدی نیست ترجمهش. انگلیسیش میگه که حتی اگر خدا مرا بکشد به او امید خواهم داشت، ولی میگه که yet I will argue my ways to God's face. ولی من جر و بحث میکنم، از راه های خودم یعنی دفاع میخوام بکنم با جر و بحث کردن در حضور خدا، در صورت خدا. بله، ایوب البته بعدن هم به توبه میفته که من چه چیزایی شنیده بودم و دیگه با چشم خودم جلال خدا رو دیدم. ولی با خدا درگیره، میخواد خودشو در حضور خدا خالی کنه، میخواد به خدا بگه که آقا چرا داره این اتفاقا تو زندگی من میفته. نمیاد سرپوش بذاره همه چیز عالیه، هللویا، من به همه چیز رو دست خدا میدم، هیچ مشکلی نیست. نه، داره با واقعیت درد و رنجهاش ایوب روبرو میشه. ما یک عالم آیه داریم در مزامیر، حالا من فقط از یه آیهش میخوام بخونم. مزمور 142
به آوای خود نزد خداوند فریاد برمی آورم، با آوای خود از خداوند التماس می کنم، گلایه خود را به حضور او می ریزم و تنگی های خود را نزد او بیان می کنم. آه و ناله و اشک و گلایم رو به حضور خدا می برم. پس این قسمت مهمی از روبرو شدن با درد و رنج هاست که درد و رنج رو فقط قورت ندیم تو خودمون، انکار نکنیم، سرپوش نذاریم، فرار نکنیم، واردش بشیم، حسش بکنیم، اشک بریزیم، گریه بکنیم، بهش اعتراض کنیم و آه و ناله و فریادمون رو در حضور خدا بیاریم. قسمت خیلی مهمی از روبرو شدن ما با درد و رنج هاست. نویسنده اشاره میکنه خود مسیح هم گریه کرد، خود مسیح هم عصبانی شد وقتی با ظلمت و تاریکی و مرگ در خلقت خدا روبرو میشیم. پس این نکته اولیه که نویسنده مطرح میکنه و بعد حالا مثالهایی میاره از نویسنده های مشهور، نویسنده مثل نیکولاس والترستورف، یک الهیدان و فیلسوف مشهور مسیحی که پسرش در سن 25 سالگی توی یک اتفاق کوهنوردی کشته میشه و بعد یک کتابی مینویسه، آه و ناله یک پدر به خاطر از دست دادن پسرش. میگه خیلی وقتا احساس میکنیم که هیچ صدایی از خدا نیست، هیچ جوابی از خدا نیست، خدا ما رو ول کرده و هرچی میخوایم سعی کنیم صدای خدا رو بشنویم چیزی نمیشنویم. نقل قولی از سی اس لوئیس میکنه درباره درد و رنج. سی اس لوئیس خیلی مینویسه، همسر خودش هم بعد از ازدواج کوتاه از دست میده به خاطر بیماری. میگه وقتی که تو درد هستی انگار که در آسمان بسته است، دعاهات به جایی نمیرسه، از خدا خبری نیست، به نظر میاد که خدا ما رو تنها میذاره. ما احساس ماست خدا ما رو تنها نمیذاره، ولی ما احساس رو میکنیم خیلی وقتا. پس چی شد وعده های خدا؟ پس چی شد جواب دعاها؟ پس چی شد اون آرامش و شادی و پیروزی؟ خیلی وقتا این حس این که درهای آسمان هم بست از قسمتی از زندگی خادمین مسیحی، ایمانداران مسیحی و هر انسانی هستش. پس میخوام بگم که این نکته اولی هست که نویسنده تو این فصل مطرح میکنه، با واقعیت درد و رنج روبرو شدن، آه و ناله ها رو نزد خدا بردن. ولی خدا میخواد از این زخم‌هایی که ما تو زندگی میگیریم ما رو بسازه و ما رو افرادی بکنه که بتونیم دیگران رو هم شفا بدیم، وسیله‌ای باشیم برای امید، شفا و تسلی در زندگی دیگران. چطوری؟ این موضوع هفته آینده هست که با همدیگه این صحبت رو ادامه میدیم. مرسی که با من تو این هفته بودید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.